به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. امروز چهارشنبه 31 ثور سال 1399 خورشیدی که برابر می شود با 20 می سال 2020 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. سفر زلمه خلیلزاد به کابل. طالبان وادار به این شوند که از خشونت دست بکشند. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و بیش از 8100 تن در کشور. در ماه جون و جولای و آگست شاید ما بحران و تراژدی کلان در افغانستان متوجه باشیم. تأکید رهبر طالبان بر عملی شدن توافق صلح با امریکا. و انتقاد صرافان از ادامه محدودیت بر کاروبار. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار کرده است. ریاست جمهوری میگوید که دو طرف روی گامهای بعدی روند صلح، تأمین آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان و رهایی زندانیان طالب نیز گفتگو کردند. ریاست جمهوری میگوید انتظار می رود که این تلاش ها به کاهش خشونت و آغاز گفتگوهای میان افغانان کمک کند. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز چهارشنبه به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه دیدار کرد. ریاست جمهوری میگوید که دو طرف در این دیدار روی تامین آتش بس یا کاهش خشونت ها و گام های بعدی روند صلح گفتگو کردند. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که این موضوع را در دیدار با طالبان مطرح خواهد کرد. در این دیدار روی رهایی زندانیان طالب نیز گفتگو شده و به دریافت یک راه حل معقول تاکید شده است. انتظار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان از تلاش‌های جامعه جهانی ایست که طالبان وادار به این شوند که از خشونت دست بکشند. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که زلمه خلیلزاد و اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو به منظور دیدار با طالبان به دو اخند رفت. این روزنامه موفقیت خلیلزاد را در گفتگو با طالبان در صورت میداند که ترامپ ادامه روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را مشروط با آغاز گفتگوهای میان افغانان کند. چین نیز خواستار آغاز گفتگوهای میان افغانان شده است. امیدواریم گفتگوهای میان افغانها زودتر آغاز شود و دارای یک نتیجه خوب باشد. چین به تقویت ارتباط و هماهنگی با طرفهای دخیل در روند صلح افغانستان نقش سازندهاش را در حل و فصل مسائل سیاسی افغانستان ایفا می کند. منابع نزدیک به طالبان هم میگویند که هرچند تلاش خلیلزاد در این سفر متقاعد کردن طالبان با آتش بس می باشد، اما ظاهرا طالبان آن را نمی پذیرند. طالبان نظر داشتی ده چی بس اتش کم بکیری یا بنکیری ده خبر تو سفری تعیین نده. انتظار می رفت پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان خشونت ها از سوی طالبان کاهش یابد، اما به گفته شورای امنیت ملی طالبان پس از امضای این توافقنامه نزدیک به 4000 حمله انجام دادند. شمار ثبت شده مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 8145 نفر رسید. وزارت صحت میگوید در 24 ساعت گذشته 492 مورد مثبت کرونا در کشور ثبت شده است که از این میان 262 مورد آن از کابل می باشد. بر بنیاد آمار وزارت صحت در یک شبانه روز گذشته 10 بیمار کووید 19 در کشور جان باختند و صحت 80 بیمار دیگر هم بهبود یافته است. دیانا صمدی. وزارت صحت اعلام کرده است که در جریان 24 ساعت گذشته از 1003 نمونه مشکوک 492 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است که در یک شبانه روز گذشته 262 نفر در کابل، 59 نفر در هرات، 33 نفر در بلخ، 30 نفر در بغلان، 28 نفر در تخار، 14 نفر در جوزجان، 10 نفر در پکتیا، 10 نفر در ننگرهار، 9 نفر در پنجشیر، 9 نفر در پروان، 7 نفر در کنر، 6 نفر در لوگر، 5 نفر در کاپیسا، 4 نفر در فراه، 4
نفر در سرپل و دو نفر در غزنی به ویروس کرونا مبتلا شدند که با ثبت این موارد شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 8145 نفر رسیده است. کسایی بودند که کلش پولدار بود که در بازار ازدهام بیروبار و مشکل ایجاد کرده. ده او غریب نبود، غریب بیچاره هیچ وقت جلغوزه خریده نمیتونه. غریب هیچ وقت برای عید خود نمیتونه او چیزی را که ما در بازار مشاهده کردیم. دیگه از اون لحاظ هوشدار ما برای مردم افغانستان ایست که اگر ما هنوز هم شرایط مراعات نکنیم تعداد واقعات بیشتر میشه و بحران بسیار خطرناک دامنگیر ماست. از سوی هم وزیر صحت عامه که پس از صحت یابی از ویروس کرونا از بیمارستان افغان جاپان دیدار کرده است، می افزاید که در 24 ساعت گذشته 10 نفر جان باختند و شمار فوتی ها ناشی از ویروس کرونا به 187 نفر رسیده است و همچنان در یک شبانه روز گذشته 80 نفر بهبود یافتند. صورتی که وضعیت به این شکل دوام کنه در ماه جون و جولای و آگست شاید ما بحران و تراژدی کلان در افغانستان متوجه باشیم. موضوع مهم است که با وایرس کرونا باید زیست کرد. وایرس از بین نمیره، نه بنده ماها از بین خود رفت و نه در سال هم. رقم کل بهبود یافتگان در کشور به 930 نفر و جان باختگان هم به 187 نفر رسیدند. رهبر گروه طالبان در پیام ایدیش هیچ گونه انعطاف برای اعلام آتش‌بس موقت یا هم کاهش خشونت در روزهای عید نشان نداده است. ملا هیبت‌الله آخوندزاده بر تطبیق کامل توافقنامه طالبان آمریکا از بهر پایان یافتن جنگ افغانستان پافشاری کرده و از واشنگتن خواسته که جلب طرفهایی را بگیرد که در تلاش تأخیر، ناکامی و یا شکست این توافقنامند. ریاست جمهوری در واکنش به پیام رهبر طالبان میگوید مردم از این گروه انتظار آتش بس، کاهش خشونت و آغاز گفتگو با دولت را دارند، نه پیام ایدی را. باعث حیات. پیام ایدی رهبر طالبان در شرایطی که جنگ شدت یافته، هیچ جای پیام از آتش بس موقت یا هم کاهش خشونت ها دست کم در روزهای اید حکایه ندارد. انتظار مردم افغانستان از گروه طالبان است که به جای نشر پیام ایدی از خشونت دست بکشند، آتش بس بپذیرند و وارد گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان شوند. ملا هبت الله آخوندزاده برای توقف جنگ بر عملی شدن توافقنامه صلح بین طالبان و آمریکا پافشاری کرده و از واشنگتن خواسته که جلو تلاش طرفهایی را بگیرد که دنبال ناکامی و شکست توافقنامه‌اند. در صدد همان فکر هستند که باید شریعتی را بر افغانستان نافذ کند که تنها برای طالبان قابل قبول هستند و برای مردم افغانستان و بیرونی مرزهای افغانستان برای هیچ کس قابل قبول نیستند. عکس گذشته برای نخستین بار رهبر طالبان با موضع نرمتر در پیامیدی برای جنگجویان طالب دستور جنگ و خشونت نداده و از تلفات غیر نظامیان نگرانی کرده، اما در واقع همگنون نبرد میان طالبان و نیروهای دولتی در چندین ولایت افزایش یافته است. بعد از اعلان عملیات تعرضی از جانب رئیس جمهور غنی، از طرف طالبان در سایر نقاط کشور عملیات نظامی شدت پیدا کرده و در بعضی از مراکز ولایت عملات را از سر گرفتن. ملا هبت الله آخوندزاده در پیام ایدیش درباره مذاکرات میان افغانها برای پایان جنگ اشاره نکرده، اما گفته طرفهای افغان نگران نظام آیندی سیاسی نباشند. رهبر طالبان چشمانداز این گروه را حاکمیت نظام خالص اسلامی گفته است. حمله بر نمازگزاران در روستای خلازایی شهر چارکار کار افراد مولوی لطف‌الله از فرماندهان خطه سرخ طالبان بود است. مقام های محلی در ولایت پروان میگویند شب گذشته در این تیراندازی 11 نمازگزار جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. این مسئولان میافزایند که احتمال دارد اکنون مولوی لطف‌الله با داعش یکجا شده باشد. از سوی هم مقام های امنیتی ولایت خوست میگویند در اثر گلوله‌باری افراد مسلح بر نمازگزاران 3 تن در این ولایت جان باختند. علی اصغری. صدای ناله و فریاد پس از یک رویداد مرگبار. گواهان میگویند
چهره مهاجمان را ندیدند و پس از گلوله‌باری به زودترین فرصت توسط موترهای عاملشان محل را ترک کردند. دیگه ور سره به کلاشینکوپونه ور سره و دا نشه دا اولین بار ده پمنګه دا کار کړی. تقریبا لس نفر شهیدان پر چسپنګیری و ماشومان و شپارس نفر زخمیان چې اوس په شفاخانو کې دي. مقام های محلی پروان میگویند حمله از سوی مولوی لطف‌الله از فرماندهان قطعه سرخ طالبان طراحی شده بود. هدف این حمله هنوز روشن نیست و در ضمن مقام‌های محلی می‌گویند احتمال دارد این فرمانده طالبان اکنون با داعش یک جا شده باشد. چندین بار حملات و حرکات را که در قریه داشتند نشان می‌دهد که کار دشمنان مردم افغانستان یا کار طالبان بوده باشد. همزمان با این شب گذشته افراد مسلح ناشناس در پیش از ادای نماز خفتن در مربوطات ولسوالی صبری ولایت خوست بر نمازگزاران گلوله باری کردند که در نتیجه 3 نفر جان باخت. عالمان دین میگویند حمله بر اماکن مقدسه جنگ با انسانیت و اسلامیت است، کار هر گروه یا فردی اگر باشد. نه مسجد ما به امن و نه شفاخانه ما به امن و نه سرک به امن و نه کوچه به امن و نه نماز خواندن ما به امن است. گروه طالبان ادعا می کنند که حمله بر یک مسجد در پروان کار نیروهای امنیتی است که افراد ملکی در آن حمله قربانی شدند. و حال هم چند خبر کوتاه داخلی. شهرداری کابل روند تخریب بلند منزل‌های غیر قانونی را در شهر آغاز کرده است. مسئولان شهرداری کابل میگویند که به اساس دستور شهرداری 2 بلند منزلی که به گونه غیر قانونی و غیر استاندارد از سوی زورمندان و مافیای زمین در مربوطات ناحیه 10 اعمار شده بود، توسط تیم نظارت و کنترل شهرداری تخریب شد. مسئولان شهرداری کابل تاکید دارند که این روند ادامه خواهد یافت. در یک عملیات نیروهای ارتش در ولسوالی سنگین هلمند، 4 طالب مسلح کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه گفته است که این عملیات در منطقه حیدرآباد و بازارک راه اندازی شده که در آن در کنار تلفات به طالبان، شمار مخفیگاه‌ها، سنگرها و خندق‌های طالبان نیز از بین رفته است. در این عملیات 11 مین کارگزاری شده از سوی طالبان نیز خونسا شدند. در حمله طالبان بر یک پاسگاه نیروهای خیزش های مردمی در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار 9 نیروی خیزش مردمی جان باخته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار میگوید این حمله ساعت 1 بامداد امروز آغاز شده و نزدیک به 1 ساعت ادامه داشت. با گفته سخنگوی پلیس تخار در این نبرد 1 ساعته به طالبان نیز تلفات وارد شده، اما آمار دقیق آن روشن نیست. ادامه خبرها. شماری از صرافان در سرای شاهزاده میگویند که به دلیل محدودیت های ناشی از ویروس کرونا میلیون ها دلار ضرر کردند. به گفته آنان هرچند سرای شاهزاده در حال حاضر باز است، اما به دلیل محدودیت در دیگر بخش ها آنان نیز متضرر شدند. در همین حال بانک مرکزی میگوید برای نهادهای مالی بسته های امتیازی را در نظر گرفته است. مارکت سرای شاهزاده بزرگترین مارکت تبادله اسعار در افغانستان. مسئولان در این مارکت صرافی میگویند که به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت های کاری آنان میلیون ها دلار متضرر شدند. آنان از حکومت میخواهند تا با این سکتور همکاری جدی کند. مشتری میداد چه در افغانستان صرافان او تجارت مجبوره زیاد توجه کی زمر امنیتی مشکلات په نظر کوم سی زمر امنیت توجه وکي. از سوی دیگر مسئولان در بانک مرکزی میگویند که فشار بزرگ اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا بر تمام بخش ها وارد شده است و آنان بسته های امتیازی را به نهادهای مالی در نظر گرفتند. کله چې دغه وبا مېستر راغله د افغانستان بانک ټول تجارتي بانکونو ته او ټول شخصي مالی ادارو ته یو خاص پکیج ورک، او دغه پکیج اصلي هدف دا و تر څو مالی نظام فعالیتونه جریان پیدا کی او متوقف نشه. آگاهان اقتصادی میگویند که افغانستان با 3 عنصر اقتصادی که عبارت از کشاورزی، صنعت و مالی میباشد استوار است و باید حکومت در این مورد همکاری جدی کند. و حال هم نرخ ارزها.
یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، یک یورو 83 افغانی، یک درهم امارات 19 افغانی و 80 پول. 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 476 افغانی و 1000 کلدار هندی 950 افغانی. ادامه خبرها و حال هم تازه های دنیای ورزش. مایک تایسون، مارشزن نامدار امریکایی، پس از چندین سال بازنشستگی از دنیای مارشزنی یک بار دیگر به رنگ برمیگردد تا با اینفندر هالیفیلد بر رقابت بپردازد. تایسون 53 ساله و ایفندر هالیفیلد 57 ساله تایید کردند که برای سومین بار با هم بر رقابت خواهند پرداخت. این دو قهرمان مجدنی سنگین وزن جهان در سالهای 1996 و 1997 میلادی دوبار به مساف هم رفته بودند که هر دو مسابقه به سود هالیفیلد خاتمه یافته بود. فدراسیون فوتبال جهان تصمیم دارد تا برای مبارزه با ویروس کرونا یک دیدار خیریه را برگزار نماید. فیفا رسما اعلام کرده که بودجه جمع‌آوری شده از این دیدار برای درمان ویروس کرونا از جمله تشخیص واکسن این ویروس به مصرف خواهد رسید. کریستیانو رونالدو یک بار دیگر به تمرینات تیم فوتبال یوونتوس ملحق شد. ستاره پرتغالی باشگاه یوونتوس دو هفته پیش به شهر تورین برگشته بود، اما به دلیل قوانین صحی دولت ایتالیا اجازه تمرین با تیم را نداشت و باید دو هفته را در قرنطین به سر می برد. این در حال است که یوونتوس از دو هفته پیش تمرینات انفرادی خود را آغاز کرده است. و حال هم وضعیت هوای فردای کشور. کابل نیم آفتابی، بلندترین 27، پایینترین 12. هرات آفتابی، بلندترین 29، پایینترین 13. مزار شریف آفتابی، بلندترین 34، پایینترین 17. جلال آباد نیم آفتابی، بلندترین 40، پایینترین 25. کندهار نیم آفتابی، بلندترین 32، پایینترین 18. و در پایان غزنی نیم آفتابی، بلندترین 24، پایینترین 11. ممنون از همراهیتان در این مجمع خبری. و تا لحظات بعد بیننده برنامه کرونا از آریانا نیوز خواهید بود.